سلام بر شما و خوش آمدید به برنامه امروز ایران و جهان. من فریبا شیرازی هستم. در این برنامه قطع مناسبات دیپلماتیک تهران و ریاض، ادامه جدال لفظی مقامات دو کشور و تاثیر افزایش تنش‌ها بر امنیت منطقه و همچنین بر گفتگوهای صلح سوریه را با کارشناس برنامه به بحث می‌گذارم. با ما همراه باشید. حدود 3 هفته پیش عده‌ای در اعتراض به اعدام یک روحانی شیعه در عربستان اماکن دیپلماتیک این کشور را در مشهد و تهران به آتش کشیدند، اقدامی که به قطع مناسبات کامل دو کشور انجامید. اختلاف ها میان ریاض و تهران کم نیست و این دو کشور که دست کم در 4 سال گذشته درگیر یک جنگ تمام عیار در سوریه بودند، خیلی ها را نگران تاثیر این تنش بر گفتگوهای صلح سوریه کرده. افزایش تنش ها میان دو کشور منطقه را به سمت بی‌ثباتی سوق داده و کشورهای منطقه حالا نگران بروز یک درگیری تمام عیار در منطقه هستند. آتشی که اگر بالا بگیرد دامن همه کشورهای منطقه را خواهد گرفت. ایالات متحده آمریکا هر دو طرف را به خیشتنداری فراخوانده و پاکستان برای میانجیگری میان تهران و ریاض اعلام آمادگی کرده. اما جدال ایران شیعه و عربستان سنی چقدر به سیاست‌ها و چالش‌های دو کشور در عرصه داخلی آنها برمی‌گردد؟ مواضع عربستان در یمن و سوریه تا چه اندازه باعث اتخاذ سیاست‌های تهاجمی و مقتدرانه عربستان در قبال ایران شده و تأثیر قطع مناسبات دو کشور بر گفتگوهای صلح سوریه چیست؟ این پرسش ها را با مهمانم دکتر حسن هاشمیان، کارشناس مسائل عرب که از استانبول ترکیه با ما همراه هستند، در میان میگذارم. درود بر شما و بسیار خوش آمدید به برنامه. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم. آقای دکتر، از قطع مناسبات سیاسی میان دو کشور نزدیک به 3 هفته میگذره و جدال لفظی مقامات دو کشور همچنان ادامه داره. این رویارویی ها به چه سمت و سویی پیش میره؟ این رویارویی ها تا وقتی که جمهوری اسلامی همین سیاست رو، یعنی سیاست دخالت در کشورهای منطقه رو در پیش بگیره و کشورهای منطقه رو به عنوان کشورهای با حاکمیت مستقل قبول نداره، این برنامه ادامه خواهد یافت و متاسفانه این برنامه هم برای ایران، هم برای عربستان سعودی و همونطور که شما گفتیم برای تمام منطقه خطرناکه. ایران مایله که کشورهای باقی مونده منطقه خلیج فارس و کشورهای در حوزه جهان عرب که هنوز از ولی فقیه اطاعت نمی کنن رو تحت اطاعت خودش در بیاره. این سیاست ولی فقیه و پشت این سیاست یک مسئله خیلی بزرگ نهفته شده و آن اینکه این رژیم ولی فقیه در داخل ایران دستاوردی برای ملت ایران نداشته، به همین خاطر مشروعیتی در میان ملت ایران نداره. شما میبینید که این رژیم بارها صحبت از دموکراسی و حقوق بشر و انتخابات آزاد برای مناطق دیگه میکنه، ولی الان ببینید که چگونه ملت ایران رو از یک انتخابات ساده محروم میکنه. بنابراین به خاطر حاکمیت نظامیان در داخل ایران این سیاست ها ادامه خواهد یافت و این سیاست ها در واقع هزینه های بسیار بسیار بزرگی رو در منطقه به دنبال خودش خواهد داشت. فقط من یه مسئله رو اشاره می کنم که وقتی که به عراق نگاه می کنیم می بینیم که جمهوری اسلامی در اونجا سفرایی که تعیین کرده، سفرایی از سوی وزارت خارجه به معنای واقعی دیپلمات تعیین نکرده، بلکه مثلا قبلا آقای حسن کاظمی قومی که عضو سپاه قدس و جزو لایه‌های درونی در واقع اطلاعاتی و امنیتی ایرانه، اینو به عنوان سفیر خودش انتخاب کرده و سپس آقای دانایی رو هم
به همین شکل. این به این معناست که رژیم ایران کشورهای منطقه و به خصوص عراق را به عنوان یک دولت مستقل با حاکمیت مستقل قبول نداره و سعی میکنه که برای این کشور یک فرماندار نظامی تعیین کنه و کشورهای دیگه هم اینو میبینن و همین روش معامله با کشورهای دیگه وجود داره. و بنابراین تا وقتی که جمهوری اسلامی این سیاست توسعه طلبی خودش رو در پیش گرفته، این مشکلات وجود داره. به سیاست‌های داخلی ایران اشاره کردید، اما اگه ما به سیاست‌های عربستان هم برگردیم، می‌بینیم که عربستان پس از قطع مناسباتش با تهران تلاش کرد که کشورهای منطقه رو به نوعی با خودش همراه کنه، اما این تلاش‌ها آنچنان موفق نبودند. خب در ایران هم از سوی اقدام تندروها در تهران و مشهد برای تخریب اماکن دیپلماتیک عربستان، محکومیت‌های تهران رو از سوی کشورها و سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی در پی داشت. به نظر شما در وضعیتی که در حال حاضر پیش اومده، کدام کشور دست بالا رو داره؟ ببینید، بحث دست بالا و دست پایین نیست، بلکه بحث کنش و واکنشه. چیزی که در عربستان اتفاق میفته واکنش طبیعی به حمله به سفارتخونه است. یعنی همونطور که به سفارتخونه بریتانیا حمله کردن و بریتانیا روابطش را با ایران قطع کرد، این واکنش طبیعه. ضمن اینکه بلوک های موجود در منطقه، مثلا شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه عرب، سازمان کشورهای اسلامی، اینها همه محکوم کردن کار ایران و این یک فرایند طبیعی بود که عربستان از اینها کمک بگیره و اگر مسئله بر اساس اون مشروعیت سازمان‌های سیاسی منطقه باشه، طبیعتاً این به ضرر ایران تمام شد، چون که هم شورای همکاری این ایران را محکوم کرد، هم اتحادیه عرب و هم سازمان کشورهای اسلامی. اما اینکه در رویاروی نظامی کدام کشور برتره، طبیعی است که ایران با توجه به قدرت نظامی و اون دارایی‌های نظامی خودش و سرمایه گذاری های خیلی گسترده نظامی که از اول انقلاب تا کنون، یعنی میدونید که بعد جنگ 8 ساله شروع شد، سپاه پاسداران و بسیجیان خودشون رو به شکلی میراثدار ملت ایران میدونن و خودشون رو مسلط کردن و تا به امروز مسلط هستن بر اوضاع. یعنی تمام پروژه هایی که در ایران اجرا شده اکثرا نظامی بوده. هیچ کشوری به اندازه ایران در مسائل نظامی، در مسائل در واقع شبه نظامیان و توسعه شبه نظامیان سرمایه گذاری نکرده. بنابراین طبیعی است که از لحاظ نظامی ایران نسبت به عربستان سعودی برتره. اما با این برتری میتونه در نهایت پیروز بشه؟ طبیعتا این تفکر همون تفکری است که در جنگ ایران عراق وجود داشت و خمینی هم فکر میکرد که بعد از اون عدم قبول آتش بس بین ایران و عراق و استمرار جنگ تا 8 سال میتونست عراق رو شکست بده و در واقع پیروز بشه و خب یک جمهوری اسلامی دیگه در عراق ایجاد کنه. این مسئله در واقع اتفاق نیفتاد و ایران در واقع از اون میدان خیلی با ضررها و هزینه های زیادی اومد بیرون. من فکر میکنم اگر الان جنگی هم رخ بده همین مسئله تکرار میشه. فقط میخوام به این اشاره کنم، در زمانی که ایران همش صرف هزینه های نظامی رو مطرح میکرد و در واقع بخش های خیلی گسترده از اقتصاد ایران رو در سرمایه گذاری های نظامی صرف میکرد، کشورهای منطقه جمله عربستان یا ترکیه یا امارات واقعا اینها کارهای زیربنایی اقتصادی برای ملت های خودشون انجام دادن. بنابراین اگر واقعا ملیتاریسم گرایی در این کشورها وجود داشت، اینها طرف این برنامه ها نمی رفتن. بلکه اون چه که در ایران اتفاق داره می افته و همینطور استمرار داره یک ملیتاریسم واقعی. از برتری نظامی که بگذریم، ایران و عربستان در یک رقابت آشکار شیعه و سنی در منطقه درگیر هستند و به صورت غیر مستقیم هم توی عراق، سوریه، بحرین، لبنان و یمن سیاست‌های متضادی رو دنبال می‌کنند. چقدر فکر می‌کنید سیاست تهاجمی دو کشور نسبت به یکدیگر متأثر از مشکلات و سیاست‌های داخلی ایران و عربستان هست؟ ببینید،
دو سیستم از لحاظ داخلی کاملا متفاوتند. یعنی درست در عربستان نارضایتی های شیعه وجود داره، اما میزان سرکوب، میزان محرومیت اقتصادی، میزان محرومیت اجتماعی به اندازه این که در کشور ما وجود داره به این شکل نیست. همین آقای نمران نمر که دولت عربستان اعدامش کرد، فرزندانش در دانشگاه های آمریکا بورسیه دولت عربستان هستند، یا خانمش در بیمار بوده، ایشون در بهترین بیمارستان های خارجی بستری شده بودن. در واقع رژیم ایران هیچ وقت با مخالف به این شکل برخورد نمیکنه. الان ایران کشوری است که به استاد دانشگاهش در حدود 500-600 دلار حقوق میده، در حالی که عربستان سعودی نزدیک 12,000 دلار فقط به استاد دانشگاهش حقوق میده. یعنی خیلی فرق میکنه این که ما بگیم سطح نارضایتی در عربستان با سطح نارضایتی در ایران برابره. این رژیمی که در ایران وجود داره هیچ خدمتی به ملت ایران نه در زمینه اقتصادی، نه در زمینه سیاسی، نه فرهنگی و نه کارهای دیگه انجام نداده. اگر در عربستان از یک تاریخی در واقع شیعیان محروم بودن، الان سعی میکنن که این محرومیت ها را کاهش بدن. کارهای خیلی زیادی رو در مناطقی که شیعیان به سر میبرن دارن انجام میدن. منتها ایران رو نگاه کنید، ایران نمیتونه ادعای در واقع رهبری شیعیان رو داشته باشه. شما نگاه کنید در اهواز، ایران شیعیان رو اونجا سرکوب میکنه، اعدام میکنه، زمینهاشون رو مصادره میکنه. در آذربایجان هم به همین شکله، اینا همشون شیعه هستن. ایران یک ایدولوژی شیعه‌گری با یک محدودیت خاص را دنبال میکنه. اونهایی هم که دنبال ایران میآیند از این مجموعه تفکرات هستند. یعنی خیلی از شیعیان لبنان با ولی فقیه مشکل دارند، خیلی از شیعیان عراق با ولی فقیه مشکل دارند، شیعیان منطقه هم همینطور، همه شیعیان ولی فقیه را قبول ندارند. ولی ولی فقیه بر اساس اون افرادی که شدیداً پیرو اون هستند و بدون چون و چرا ازش تبعیت میکنن، بر اونها سرمایه گذاری میکنه. فتنه ای که در یمن راه انداخته نتیجهش رو میبینیم. اگر در کشور دیگه هم فتنه ای راه بندازه، بازم نتیجهش رو به شکل مضر برای تمام منطقه خواهیم داد. بنابراین از زمانی که این رژیم، یعنی رژیم ایران پیدا شده، فتنه های مذهبی، درگیری های مذهبی که در نهایت هم به ضرر ملت ایران تمام میشه، اینها فروزان شدن، شعله‌ور شدن و الان تمام منطقه را به یک جنگ تمام عیار کشوندن. در اختلافات میان دو کشور ماجرای سوریه رو نمیشه نادیده گرفت. حضور روسیه در سوریه کلن بازی رو در این کشور به نفع بشار اسد تغییر داده و کشورهایی که تا مدتی پیش میگفتن که اسد باید از قدرت کناره گیری کنه، حالا به موندن اسد راضی شدن، همون هدفی که ایران در سوریه دنبال میکرد. از طرف دیگه خب ایران مسئله هسته‌ای رو تونست حل و فصل کنه. چقدر تنش میان ایران و عربستان میتونه بر گفتگوهای صلح سوریه تاثیرگذار باشه؟ ببینید، اون کشورهایی که میگن بشار اسد باید بمونه نمیتونن به نمایندگی ملت سوریه حرف بزنن. بنابراین تا وقتی که مخالفین بشار اسد بر رأی خودشون هستن، مثل گذشته این رأی رو تکرار میکنن و میگن که بشار اسد باید بره، ضمن اینکه مکانیسم ژنو یک هم بر همین مسئله تاکید میکنن. بنابراین نه روسیه میتونه از طرف مردم سوریه حرف بزنه و نه آمریکا و نه کسی دیگه. و اون مخالفینی که مخالف بشار اسد هستن همچنان مخالفت خودشون رو دارن، اگرچه این نیروهای و بمباران وسیعی که روسیه راه انداخت، در واقع این همه قتل و خرابی که با بار آورد، تونسته مثلا یه مقداری نیروهای بشار اسد رو مثلا در جنوب یا در شمال به شکلی تحرک بده و جاهایی رو تصرف کنن، ولی خودشون میدونن که در سطح ایدئال نیستن. ضمن اینکه روسیه با این تحرکات خودش یا با دشمن تراشی هم که در منطقه برای خودش درست کرده، الان جز 10 کشور با یک اقتصاد بسیار ضعیف و در هم کوبیده و طبق آمارهایی که اخیراً منتشر شده جز
ده کشور یا ده اقتصاد بد سال 2015 شده. به همین خاطر روسیه نمیتونه ادعای در واقع این بکنه که سخنگوی ملت سوریه شده و به جای ملت سوریه میخواد در مورد سوریه تصمیم بگیره. ضمن اینکه اگر یه مقداری کشورهای مخالف روسیه یه مقداری سلاح ضد هوایی در اختیار مخالفین بدن، تمام این معادله دوباره به هم ریزه و به نفع مخالفین میشه. اما گفتگوهایی که در آینده صورت خواهد گرفت، این گفتگوها بایستی منافع ملت سوریه، بایستی انقلاب مردم سوریه را در نظر بگیره. هر کاری که بکنن، بخوان انقلاب سوریه را حذف کنن یا مردم سوریه را به شکلی حذف کنن، نتیجه‌ای به دست نخواهد آورد. مثلا آقای بشار اسد سعی میکنه یه سری مخالفین را بسازه، مثل آقای قدر جمیل یا فاتح جاموس یا امثال اینها، و بعد اینا رو به عنوان مخالف خودش قرار بده و بیاد با اینها گفتگو کنه. یعنی آقای بشار اسد میخواد با خودش گفتگو کنه در مذاکرات صلح سوریه. این یعنی یه چیز جوکیه، چیز خنده‌داریه و قابل عمل نیست. و تا وقتی که یک راه حل واقعی و در واقع درست برای سوریه در نظر گرفته نمیشه، این مشکلات باقی خواهد موند. شما خودتونم اشاره کردید که الان وضعیت اسد نسبت به گذشته تثبیت پیدا کرده در سوریه و حمایت هایی که جمهوری اسلامی از رژیم بشار اسد کرده و حملاتی که روسیه در سوریه انجام داده به هر حال موضع اسد رو تقویت کرده. چقدر احتمال میدید که ایران در مذاکرات صلح سوریه دست برتر رو داشته باشه؟ به هیچ وجه. ایران هیچ دست برتری نداره، آقای بشار اسد هیچ دست برتری نداره. این تثبیت به معنی تثبیت سیاسی نیست، این به معنی در واقع مسلح بودن یک قاتل در برابر یک ملت بیدفاع که از طریق هوا بشکه های انفجاری بر سرشون میریزه، با موشک اونها را هدف قرار میده، هواپیمای جنگی آقای پوتین هم اینها را هدف قرار میده و در نهایت یه مقداری وضع نظامی رو یه ذره تغییر داده. بنابراین از طریق این تغییرات جزئی نظامی آقای بشار اسد نمیتونه تثبیت بشه. آقای بشار اسد در دل مردم سوریه نیست، مردم سوریه باش مخالفن. در اولین فرصتی که پیش میاد اینها میریزن در خیابانها و در واقع بر ضد بشار اسد عمل میکنن. ضمن اینکه نمیتوان گروههایی که الان اونجا هستن را یک شبه نابود کرد و از صحنه خارج کرد. اون که گروههایی مثل النصره یا داعش که اینها وجود دارن، در واقع در خیلی از مناطق سوریه دارن با رژیم بشار اسد همکاری میکنن. آقای بشار اسد نمیتونه فریب بده نه سوریه رو و نه مردم جهان رو. همه میدونن که ایشون یک مستبدی است، وارث یک حکومت مستبد 43 ساله پدر خودشه. خودش هم به همین روش ادامه داده و با کشتار و سلاح و امثال هم داره حکومت میکنه و الان برای خودش داره تبلیغ میکنه که مثلا یک شهر در درعا و یک شهر در جاهای دیگه گرفته و بنابراین میتونه خودشو از لحاظ سیاسی تثبیت کنه. این به هیچ وجه اتفاق نخواهد افتاد و این در خواب هم در واقع واقعی نخواهد بود. اختلاف میان ایران و عربستان چقدر میتونه به ضرر مردم سوریه در روند کنفرانس صلح سوریه تموم بشه؟ ببینید، حرفی که عربستان میزنه با حرفی که ائتلاف ملی سوریه مثلا میزنه تفاوتی نداره. یعنی اون چه که عربستان میگه بر اساس خواسته های ویژه دولت عربستان نیست، بلکه بر اساس خواسته های مخالفین عربستان هست، مخالفین بشار اسد هست. بنابراین تا وقتی که عربستان چنین سیاستی داره، ضرری به ملت سوریه نمیزنه و الان این همه هزینه و این همه مسائل رو تحمل کرده چون که در کنار ملت سوریه ایستاده. شما صحبت آقای روحانی رو در نظر بگیرید که در روم انجام داد و گفت که هر وقت نقض حقوق بشر صورت بگیره در عربستان، ما دوباره این کشور رو محکوم میکنیم. یعنی این صحبت های خندداری که بدون اینکه مسائل و ایران و حقوق بشر ایران رو در نظر بگیره به این شکل مطرح میکنه. یا
هر وقت در یمن کشتار اتفاق بیفته ما اینها رو محکوم میکنیم. این صحبت آقای حسن روحانیه. من میخوام بگم که کشتاری که در یمن اتفاق افتاده 0.5% کل کشتاری که در سوریه اتفاق افتاده. اینکه ایران بیاد این کشتارها رو بزرگ کنه و چشمشو بر جنایتی که بشار اسد در سوریه راه انداخته ببنده، این چیزی رو تغییر نمیده. این تبلیغات هیچ چیز رو تغییر نمیده جز اینکه چهره دروغگو و دروع آقای حسن روحانی رو نشون میده و نشون میده که ایران صداقت نداره، ایران داره دروغ میگه و بر اساس پروپاگاندا میخواد چیزی رو تغییر بده و بنابراین این هیچ نتیجه ای برای ایران نخواهد داشت. هم به نظر میرسه که توی موضوع اختلاف میان ایران و عربستان بازیگران عمده بین المللی هم نگران افزایش اختلاف میان این دو کشور هستند. آمریکا در تلاش تا از بروز مشکلات بیشتر در روند صلح سوریه که عربستان و ایران از بازیگران عمده اون هستند جلوگیری کنه. به نظر شما این تلاش های بین المللی چقدر تاکنون موفق بوده؟ این تلاش های بین‌المللی تا وقتی که بر واقعیت ها چشم ببنده موفقیت آمیز نیست. در واقع خیلی از تبلیغاتی که صورت میگیره در سوریه مسائل را با هم قاطی کرده. مثلا گروه هایی که معتدل هستن در واقع یک رژیم سکولار میخوان، نمیخوان درگیر تندروی های اسلامی و غیر اسلامی بشن، همه اینها را با داعش و النصره و امثال اینها قاطی کردن و تا وقتی که یک برآورد واقعی در مورد سوریه صورت نگیره و یک پروپاگاندای دروغین در واقع فضای سوریه را حاکم کرده، تلاش های دیپلماتیک هیچ کمکی نمی کنه. مثلا آقای دیمسترا تلاش می کنه که در واقع به شکلی اون افراد واقعی مخالف را حذف کنه یا وجود اونها را کم ارزش و کم بها بده. به همین خاطر من معتقدم که این براش هیچ نتیجه‌ای به دنبال نخواهد داشت و تلاش های بین المللی به نتیجه نخواهد رسید. به جز موضوع نگرانی کشورهای عمدتاً اروپایی و غرب از افزایش اختلافات ایران و عربستان، به نظر می‌رسه که یک نگرانی عمده دیگه که در این کشورها وجود داره از افزایش مداخله ایران در کشورهای منطقه است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در سفرش به عربستان سعودی در مورد دخالت ایران در منطقه خاورمیانه ابراز نگرانی کرده و هشدار داده و وزیر خارجه عربستان عادل الجبر هم گفته که کشورش برای مقابله با اقدامات به گفته او خشونت آمیز ایران با آمریکا همکاری میکنه. به نظر شما نگرانی عمده آمریکا و کشورهای منطقه از افزایش حوزه نفوذ ایران در کشورهای منطقه عمدتا از چیه؟ ببینید، یک مسئله برمیگرده به تاریخ دیپلماسی ایالات متحده آمریکاست. در واقع تاریخ دیپلماسی ایالات متحده تا این حد این قش شکننده در برابر یک رژیمی که یک زمانی محور شرارت بود و از گروه های تروریستی مثل حزب الله و غیر حزب الله حمایت میکرد، گروه هایی که در عراق نزدیک به 2000-3000 تا آمریکایی رو کشتند، نیروهایی که در واقع آمده بودند برای آزادی عراق، اینها را با نمیدونم عصای اهل حق و جیش المهدی و امثال اینها فرزندان آمریکا را کشتند. بنابراین این به سابقه تاریخی آمریکا در روابط خارجیش، ابهت آمریکا در تاریخ خودش ضربه خیلی سختی میزنه و این اگر به این شکل بگذره و با این فاصله بگذره، در واقع یک نقطه سیاهی برای آقای اوباما ثبت میشه. به همین خاطر آقای کری و خود آقای اوباما تلاش میکنه که از این تصویری که وجود داره، از این نقطه سیاهی که وجود داره به شکلی کاهش داده بشه. مسئله بعد این که برای تاکتیک های آمریکا دخالت های ایران در منطقه مشکل سازه. مثلا شما نگاه نکنید که مثلا در سوریه چی داره اتفاق میفته یا ایران تا چه حد در سوریه میخواد جلو بره، اما در لبنان ایران هم هست و بنابراین
در لبنان ایران دقیقا مقابل آمریکا قرار گرفته. حزب الله الان دولت لبنان را به شکلی بایکوت کرده، اونو فلج کرده و این به نفع آمریکا نیست. آمریکا میخواد اونجا یک دولتی سر کار باشه که بتونه کار کنه، روابطش با اسرائیل خوب باشه، با دیگر کشورها خوب باشه و جریان زندگی در این کشور صورت بگیره و همینطور به همسایگان خودش در اون طرف دریای مدیترانه هم توریست صادر نکنه. در جاهای دیگه هم به همین شکل، در عراق وضعیت به همین شکل. بنابراین یک موزاییکی از وجود قدرت ایران در منطقه وجود داره که تا یه حدی قابل تحمل، فراتر از اون نه آمریکا نه اروپا اجازه نمیدن به ایران که قدرتش رو فراتر از این گسترش بده. به همین خاطر این چه از لحاظ استراتژیک، چه از لحاظ تاکتیکی، چه کوتاه مدت، چه دراز مدت برای منافع آمریکا مضر که یک رژیمی که ملت خودش غصابی داره میکنه، به ملت خودش رحم نمیکنه. شما نگاه کنید این سعید عابدینی رو، صحبتش رو بگین که چگونه شکنجهش دادن در داخل ایران، بعد آقای روحانی صحبت از حقوق بشر میکنه، یا بسیار مسائل دیگه که در داخل ایران وجود داره، این رژیم بیاد در منطقه خودش رو توسعه بده. به هیچ وجه ایالات متحده با این فرایند موافق نیست و کشورهای دیگه هم با این فرایند مخالفت میکنن، اگرچه منافع جدید اقتصادی دارن. مثلا ایتالیا داره پیمانهای اقتصادی با ایران میبنده، فرانسه هم همینطور و کشورهای دیگه. آقای دکتر، عذر میخوام صحبتتون رو قطع میکنم، اما پرسش اینجاست که کشورهای دیگه خارج از منطقه، به خصوص آمریکا و ابرقدرت‌ها، کلن چه مکانیزم هایی در اختیار دارن که بتونن واقعا ایران رو متوقف کنن از جاه طلبی های منطقه‌ای و سیاست های منطقه‌ای خودش؟ یکی از مکانیزم های اینه که از حامیان ایران، در واقع به شکلی در برابر حامیان ایران مثل روسیه بیستن. کافیه همین آمریکا اندکی ضد هوایی در اختیار مخالفین بشار اسد قرار میده، اون موقع حامی ایران روسیه زمینگیر میشه در سوریه. کافیه در واقع یک برنامه دقیق حقوق بشری در مورد داخل ایران صورت بگیره، نه اونطور که دارن شعار میدن، نه اونطور که خیلی از مسائل رو نادیده گرفتن. بنابراین شما خوب میدونید که این رژیم در داخل ایران مشروعیت نداره. اگر این رژیم مشروعیت داشت، این همه آدم، حدود 7000 نفر رو برای انتخابات مجلس در واقع از بین نمی برد، حذف نمی کرد، یا حدود 650 نفر برای انتخابات خبرگان را حذف نمی کرد. این رژیمی که مدعی داره با داعش مبارزه میکنه، اجازه نداده حتی یک زن برای انتخابات خبرگان نامزد بشه. بنابراین این رژیم هیچ تفاوتی با داعش نداره. این رژیم رو میشه از برنامه‌های حقوق بشری با کمک به سازمان‌های حقوق بشری در داخل ایران محدودش کرد. اما سیاست‌های آمریکا تا الان نشون داده که اولویت برایش توقف یا مهار هسته‌ای ایرانه، نه مسئله حقوق بشر. من فکر میکنم در آینده، چه این دولت باشه، دولت آقای اوباما، چه بعد از آن، وارد فازهای جدیدی خواهد شد که بایستی به مسائل حقوق بشر توجه بشه، به خصوص اگه خانم کلینتون هم رئیس جمهور بشه، این مسئله را پیگیری خواهد کرد. اون در واقع ضرباتی که به روابط آمریکا با کشورهای منطقه خورده، اونو بازسازی خواهد کرده. بسیاری از مسائل اتفاق خواهد افتاد که به نفع ولی فقیه نخواهد بود. من میخواستم به موضوع میانجیگری برخی از کشورها میان ایران و عربستان اشاره کنم. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین پیش از سفرش به تهران به ریاض رفته بود و اگرچه هدف از این سفر تجاری و اقتصادی اعلام شد، اما گمانه ها از اعلام آمادگی پکن برای میانجیگری میان تهران و ریاض حکایت داشت. و از طرف دیگه محمد نواز شریف نخست وزیر پاکستان هم با همین هدف به تهران سفر کرد. این میانجیگری ها تا چه اندازه میتونه در بهبود روابط دو همسایه و برقراری مجدد مناسبات مؤثر باشه و آیا اصولا کشورهای واسطه میتونن اختلافات بنیادی میان تهران و ریاض رو در مسائل دو جانبه و منطقه‌ای حل و فصل کنن؟
ببینید، روابط ایران و عربستان به واسطه و میانجی احتیاج نداره و همین طور آقای عادل جوبر دیروز این موضوع رو مطرح کرد، حتی نفی کرد که اونجا پاکستان برای میانجیگری کاری را انجام داده یا همینطور چین آمده که بین این دو کشور میانجیگری کرده، چون که اختلافات ایران و عربستان ریشه‌ایه. این اختلافات در چارچوب حاکمیت نظامیان بر ایران در واقع داره پی ریخته میشه. نظامیانی که در داخل ایران بر ملت ایران حاکم شدن میخوان سیاست های خودشون رو در منطقه توسعه بدن و با توسعه این سیاست ها در واقع نمیشه عربستان برگرده و بگه ما روابط خیلی عادی و مسالمت آمیز داشته باشیم. بنابراین تا وقتی که این تدخل ها و دخالت هایی که در منطقه صورت میگیره در واقع وجود داره، به نظر من عربستان هیچ نیازی به میانجی نداره و این شیوهی که الان داره به کار میگیره را ادامه خواهد داد. هر دو کشور تاکید کردند که خواهان تنش‌های بیشتر در روابط میان خود نیستند. در صورت ادامه قطع مناسبات میان دو کشور، این موضوع چه پیامدهایی رو در پی خواهد داشت و نتیجه این رویارویی‌ها چه خواهد بود؟ در حال حاضر هر دو کشور دارن ضرر میکنن، کشورهای دیگه دارن استفاده میکنن، از لحاظ اقتصادی ضررهای خیلی زیادی بر دو کشور در واقع تحمیل شده، چه در مسائل نفت چه در روابط بین دو کشور، هزینه های نظامی که در آینده انجام خواهند داد به همین صورت، بحران های منطقه ای که بین دو منطقه دو کشور وجود داره استمرار خواهد یافت و موقعیت آنها در واقع میدان‌های دیگه در سطح بین‌المللی، در سازمان ملل، در شورای امنیت، حتی در ورزش، در خیلی از مسائل هر دو کشور ضرر خواهند کرد. به همین خاطر این رویارویی اصلا به هیچ وجه به نفع دو کشور نخواهد. خب با این حساب خطر تبدیل شدن رقابت‌ها به یک رودرروی نظامی واقعی چقدر محتمل است؟ اینو من بعید میدونم، چون که از طرف ایران میدونن که هر نوع رویارویی با عربستان موجب دخالت قدرت‌های جهانی میشه و بنابراین ورود کشورهای خارجی به خصوص آمریکا در این رویایی به نفع ایران در نهایت نیست. از نظر عربستان هم در واقع این مشکل وجود داره که به شکلی اگر اینها درگیر بشن تمام اون پروژه هایی که در طی 20 سال گذشته برای این کشور در واقع ریختن اینها همه خراب میشه. با این حساب به نظر شما چه متغیرها و معادلاتی در مناسبات بین المللی میتونه فضای پرتنش موجود رو میان دو کشور کاهش بده یا قواعد بازی رو در رابطه دو کشور تغییر بده؟ من فکر میکنم که مهمترین چیزی که باید اتفاق بیفته تحولات در کشورهای حوزه قدرت دو طرفه. مثلا در لبنان تغییر ایجاد بشه، مثلا الان آمدن آقای میشل آن را به عنوان رئیس جمهور میخوان انتخاب کنن در حالی که حزب الله زیاد راضی نیست. این یک نوع تحول جدیدی است که ممکنه بر قدرت ایران در لبنان اثر بذاره، قدرت ایران را در لبنان کاهش بده. سپس تحولات بعدی در سوریه خواهد بود. گفتگوهای سوریه احتمال داره که ممکنه به یه نتیجه ای برسه، حالا نتیجهش معلوم نیست، سپس منتقل بشه به یمن، سپس منتقل بشه به عراق، به افغانستان و جاهای دیگه. زمانی که تغییرات در این اجزا، در این کشورهای حوزه نفوذ دو کشور تغییر کنه، معادلات در واقع رویارویی این دو کشور هم ممکنه تغییر کنه. دکتر حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل عرب، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. منم از شما و همینطور بینندگان محترم تشکر می‌کنم. برنامه این هفته در این لحظه به پایان میرسد. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. آدرس وبسایت و صفحه فیسبوک ما رو روی صفحه تلویزیون میتونید ببینید. با این آدرس با ما در تماس باشید و نظرات، پیشنهادات و نقدهای خود را برای ما بنویسید. تا دیدار دیگر، شب و روز شما خوش.